این یه کاریه که داره انجام میده. بعدم همین ناصر ظرفشون بعد از اینکه من اومدم آمریکا، بیانیه پشت بیانیه که فقط برای دیسکردیت کردن فخرآور ما هر کاری لازم انجام بدیم. چرا؟ چون رژیم چیزایی رو خیلی خوب فهمیده بود، داشت میدید و بسیار خطرناک بود براش. اون شکلی که من اومدم آمریکا، معاون وزیر دفاع آمریکا بیاد منو دبی برداره بیاره اینجا، بعد برم دفتر رئیس جمهور آمریکا بشینم، بعد اونجا خیلی از چیزها رو من هنوز نگفتم، اینا مال تاریخ الان، شاید هنوزم خطرناک باشه، 15 سال الان گذشته ازش، شاید بشه دربارش گفت. حالا شاید امروز یه سری از اون اسرار رو بگم. یعنی در روزایی که دو سال آخر دوران، بذارید بگم یه چیزایشون، روزای آخر دوران پرزیدنت بوشه و ما توی جلساتی داریم میشینیم که توی اون جلسات دارن به ما میگن ما میخوایم حمله کنیم به ایران، دولت ایالات متحده آماده حمله به ایرانه و میخوان ببینن که تا چه حد میتونن روی کمک مثلا به جنبش دانشجویی برن حساب بکنن، برای اینکه میدونن اگر این فرصت از دست بره، این فضایی که ایجاد شده، افغانستان رو آزاد کردن، عراق رو آزاد کردن و حالا اگر رژیم ملاها رو برکنار نکنن، این رژیم میتونه تمام دستاوردهای توی عراق و افغانستان رو به لجن بکشه، کما اینکه کشید و اینا میخواستن سر ما رو بزنن توی اون دوره است. و آوردن ماها به آمریکا اصلا برای این بود که یک نیروی آلترناتیوی رو بتونن بسازن. ببینید چقدر زیبا بود. آوردن ماها به آمریکا اصلا برای این بود که یک نیروی آلترناتیوی رو بتونن بسازن. ببینید چقدر زیبا بود. آوردن ماها به آمریکا اصلا برای این بود که یک نیروی آلترناتیوی رو بتونن بسازن. ببینید چقدر زیبا بود که بچه‌های جنبش دانشجویی اومده بودن. روابط بسیار بسیار نزدیکی بین خود من و شاهزاده رضا پهلوی بود که خود آمریکایی‌ها لذت می‌بردن از این چیزایی که داشتن می‌دیدن. روابط بسیار بسیار نزدیکی بین خود من و شاهزاده رضا پهلوی بود که خود آمریکایی‌ها لذت می‌بردن از این چیزایی که داشتن می‌دیدن. روابط بسیار بسیار نزدیکی بین خود من و شاهزاده رضا پهلوی بود که خود آمریکایی‌ها لذت می‌بردن از این چیزایی که داشتن می‌دیدن. و یه دفعه نیروهای نفوذی چپ و راست میان، تیم ناصر ظرفشان کمونیستا از اون ور مشغول میشن بیانیه دادن برای بی‌اعتبار کردن من مثلا توی واشنگتن. اون شکلی که من اومدم آمریکا، معاون وزیر دفاع آمریکا بیاد منو دبی برداره بیاره اینجا، بعد برم دفتر رئیس جمهور آمریکا بشینم. ما توی جلساتی داریم میشینیم که توی اون جلسات دارن به ما میگن ما میخوایم حمله کنیم به ایران و میخوان ببینن که تا چه حد میتونن روی کمک مثلا به جنبش دانشجویی برن حساب بکنن. و آوردن ماها به آمریکا اصلا برای این بود که یک نیروی آلترناتیوی رو بتونن بسازن. ببینید چقدر زیبا بود. روابط بسیار بسیار نزدیکی بین خود من و شاهزاده رضا پهلوی بود که خود آمریکایی‌ها لذت می‌بردن از این چیزایی که داشتن می‌دیدن. ما توی جلساتی داریم و میخوان ببینن که جلسات میتونن به ما میگن که مثلا آوردن ماها به آمریکا دارن حساب بکنن. روابط بسیار بسیار آلترناتیوی رو بتونن بسازن. ببینید چقدر زیبا. خود آمریکایی‌ها لذت می‌بردن از این چیزایی که داشتن می‌دیدن. این موضع رو بذارید موضع شخصی خودم اعلام کنم، حتی نه موضع کنگره ملی ایرانی. من اهل بازی خیلی از این اپوزیشن نیستم. اگر یک روزی به این نتیجه برسیم که دولت ایالات متحده آمریکا این امکان رو داره و جامعه آمریکایی میپذیره که ارتش آمریکا بره داخل ایران به کمک مردم ایران، به کمک 80 میلیون ایرانی بره و از شر رژیم ملاهای عقب مانده حاکم بر ایران نجاتشون بده، با افتخار خود ما موافق اون هستیم. ای کاش واقعا میدونستیم که این امکان هست که ارتش آمریکا میتونه الان بره آخوندها رو، حکومتشون رو ساقط بکنه. ببینیم یک روزی ارتش آمریکا و دولت آمریکا این توان و امکان رو دارن که مستقیم وارد عمل بشن و نیروهای آمریکایی وارد ایران بشن. اون روز خود ما میایم بهتون اعلام بکنیم با تمام توان و هستی. تا امثال این بیشرم کثیف در میان ما زندگی میکنن به هیچ جا نمیرسیم. به هیچ جا.